السلام علیک یا ابوالفضل العباس، شما یک تا لشکر حسین علیه السلام هستی و عمود خیمه های حرم. شما کوه با صلابت ایمانی و آموزگار ادب. شما وفاداری را در قاموس واژه ها جان و روح بخشیدی. ای پسر ام البنین و برادر حسین و حسن علیهم السلام، ای برخاست از بوستان فاطمی و گلستان علوی، از شما چه بگویم و چگونه بگویم که زبان در لکنت است و قلم در شرح وصفتان لنگ می‌زند. شما خود از میان برخیز و خودشناسی تا خداشناسی را برای من تفسیر کن. ای پناه بی پناهان و باب الحوائج درد مندان، من هم همچون ذره از دریای خروشان دوستدارانت به سوی شما آمده ام. به سوی شما آمده ام چرا که شما آرام بخش جسم و روحی و جان بخش تن و روان. به سوی شما آمده ام تا راه نشانم دهی و دستم بگیری و مرا با خود به سرچشمه آب حیات. شما خم از ابرو و غم از دل اربابت زدودی و کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام شدی. از این روست که بی نوایان از شما نوا می خواهند و گرفتاران در سراب از شما جواب می جویند. ای باب الحوائج، درگاهتان قبلگاه آدمیانیست که فارغ از مذهب و نژاد در برابر عظمتتان تعظیم می کند و دنیایی نمک پرورده خان احسان و بخششتان شدند. یکی با عشق و زاری چشم از ذریحتان بر نمی دارد، دیگری با گریه و خواهش شفای فرزندش را از شما می‌خواهد. یکی بغض کرده و دنیا و آخرت را از شما می‌خواهد، دیگری با التماس موفقیت و ترقی را از شما می‌خواهد. میهمانانتان با حوائج و خواسته هاشان به درگاهتان حاضر شده و دلهایشان را به درب حاجتها گره زده اند و گشایش آن را از شما می خواهند. چرا که با اعتقاد کامل شما را باب الحوائج می دانند و بارها و بارها با دست پر از درگاهتان راهی شدند. ای حضرت ساقی، به سویتان آمدی و در انتظار رویت ماه. شما سقای معرفت هستی و ما تشنگان راه. شما قمر بنی هاشمی و ما افتادگان در چاه. و شما پدر فضل و بخشایشی و ما گرفتار به صد آه. قلب مرا به پای ذریحت گره بزن، بیمارم و دخیل شفای تو می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام على الشهيد بكربلاء، السلام على الغريب بنينوى، السلام عليك يا أبا الفضل العباس
السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلا. بنام خدا با عرض سلام خدمت شما دلدادگان ساحت مقدس آقا قمر بنی هاشم از هر جای جای این کره خاکی، امروز با برنامه دیگر از دخیل خدمت شما هستیم. از اینکه وقتی خودتون رو تنظیم کردید و بیننده برنامه خودتون دخیل شدید بسیار سپاسگزاریم. همطور که میدونید دخیل راوی حکایت داستان کسانی است که با نذر و نیاز و دعا و گره زدن قلبشون به ساحت مقدس آقا قمر بنی هاشم به مراد دل خودشون رسیدند و نگاه پر محبت علمدار کربلا شامل حالشون شد. آب دادن و سقایت یک فضیلت بزرگی است و خاندان مکرم بنی هاشم این مدال و منصب را داشتند. قصی و هاشم از اجداد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چاه‌های آب حفر می‌کردند به طوری که مردم برای تهیه آب مجبور نباشند راه‌های طولانی را برای فراهم کردن آب طی کنند. و قبلا درباره این بزرگواران و سقایت آنان صحبت کردیم. حضرت عبدالمطلب نیز مانند پدر و اجدادش به این امر مداومت داشتند و برای امر سقایت اهمیت خاصی قائل بودند و زمانی که چاه زمزم را حفر نمودند و آب آن فراوان شد و بالا آمد، استفاده از اون چاه را برای مردم آزاد کردند. مردم نیز به سبب نزدیکی چاه زمزم و برتری آن بر چاه‌های دیگر خارج از مکه، چاه‌ها را رها کردند و به سبب انتساب این چاه زمزم به حضرت اسماعیل علیه السلام به مسجد الحرام می آمدند و از آن چاه استفاده می کردند. عبدالمطلب بر دهانه چاه زمزم حوضی بنا نمود و با فرزند خودش از آن چاه آب می کشید و حوض را پر می کرد تا مردم بتوانند آب بیشتری را استفاده کنند. حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام از همین شجره طیبه اند و خاندان پاک و البته و صد البته که منصب سقایت حضرت قمر بنی هاشم درخشش خاص و ویژه ای دارد. همین که نام ساقی و سقا و سقاخانه به گوش من و شما میرسه، همان لحظه نام مبارکشون بر زبانمون جاری میشه و در ذهن نقش میبنده. خداوند معرفت ما را روز به روز نسبت به این بزرگوار بیشتر و بیشتر کنه و زیارت و شفاعتشون رو نصیب ما بگردونه انشاءالله. دخیل امروز با عنوان نجات از غرق در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشید. جناب آقای قمبر علی صارمی اینطور تعریف میکنه که روز جمعه بود تعدادی از کارگران را به کارخانه چرمسازی که متعلق به پدرم بود میبردم. فرق آن روز با روزهای دیگر این بود که من هر روز فرزند دومم که 2 ساله بود همراه خودم میبردم و نیز پدرم هم همراه ما میامد. اما آن روز فرزند خودم را به همراه خودم نیاورده بودم و پدرم به علت کسالتی که داشت آن روز در منزل ماند و آن روز به همسر خودم گفتم که اگر به منزل برنگشتم نگران من نباشه. کارگرها را به کارخانه رساندم و برگشتم. در برگشت به آینه نگاه می‌کردم تا ماشین‌هایی که در دید قرار داشتند زحمتی برای من فراهم نکنند.
یک دفعه دیدم جاده از کنترل من خارج شد و با ماشین در حال حرکت به درون کانالی که پر از آب بود سقوط کردم. بعد از سقوط به این فکر افتادم که چه باید بکنم. بیادم آمد که تا حدودی شنا بلد هستم. سپس متوجه درب ماشین شدم و خواستم که درب ماشین را باز کنم و خودم را نجات بدهم. درب ماشین با فشار زیادی که آب بر اون وارد کرده بود باز نشد. من هم با مشت و لگد هرچی کوبیدم هیچ فایده ای نداشت، چون فشار آب بیشتر از قدرت من بود و این بود که مانع باز شدن در می شد. اواسط آبان ماه بود، هنگام سردی هوا. شیشه ها رو بالا برده بودم. هرچی تلاش کردم تا شیشه های ماشین رو پایین بیاورم نشد. ماشین من وانت بود و اتاق ماشین هم پر از آب شده، یعنی در آب فرو رفته بود. دیگه کم کم قطع امید کرده بودم و مرگ رو جلوی چشمانم می دیدم. شهادتین را همراه با آیات شریفه انا لله و انا الیه راجعون را خواندم. در این فکر بودم که همسرم منتظر منه و من به اون گفته بودم که منتظر نباشه. آن زمان همسر من حامله بود و او تا کی باید به دنبال من بگرده. و از جهتی دیگر خوشحال بودم که پدر و فرزندم همراه من نیستند، وگرنه آنها هم مثل من گرفتار می شدند. در این اندیشه بودم و انتظار مرگ را می کشیدم که ناگهان نیروی مرا از جا بلند کرد، در حالی که با همه توانم فریاد می زدم یا ابوالفضل العباس، یا قمر بنی هاشم دخیلت. این را تکرار می کردم و به سمت درب اتومبیل دست اجاز کردی مرا با لطف خود دمسا ز دل ناله کشیدم یا ابوالفضل، آی ز دل ناله کشیدم یا ابوالفضل، در بسته برویم باز کردی ای آقا. پناه بی پناهانی ابوالفضل، پر از دردی مدر ابوالفضل، به زیر آب هم گر مانده باشم، به زیر آب هم گر مانده باشم، کنارم باز میمانی ابوالفضل، کنارم باز میمانی
خبر هم که دستم با در تماس گرفت بدون آنکه فشاری بیاورم در به ماشین باز شد. از اتومبیل خارج شدم و شناکنان تا دیواره کناره کانال پیش رفتم. در آنجا به علت لغزندگی دیواره نتوانستم از آب بالا بیام. به همین خاطر شناکنون خودم رو به لوله‌ای که وسط کانال رد می‌شد رسوندم و آن لوله رو گرفتم و بالا اومدم. نکته‌ای که باید تأکید کنم این است که درب اتومبیل با آن همه فشار آب آیا در حد قدرت من بود که آن را باز کنم؟ اگر می‌شد پس چرا؟ اولین بار که تلاش خودم را کردم توفیقی به همراه نداشتم، ولی همین که نام حضرت قمر بنی هاشم آقا ابوالفضل عباس علیه السلام را بر زبان جاری کردم روزنه نجاتم بروم باز شد. حضرت ابوالفضل عباس باب الحوائجند و مشکل گشا و در لطف و رحمتش همیشه بازه. این کرامت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام با لطف و عنایت بنده ای را نجات میده که در حال غرق شدنه. در ابتدای برنامه مطلبی به ذهن من مرور کرد و دوست دارم اونو برای شما بخونم و اون مطلب اینی که اگر لطف بیکران آقا قمر بنی هاشم این فرد رو نجات نمیداد که در حال غرق شدنه، اگر اون بنده خدا رو از این مهلک خلاص نمیکرد و ذکر یا ابوالفضل به زبونش جاری نمیشد، معلوم نبود که چه عاقبتی و چه اتفاقی برای او می افتد و چه عاقبتی برای زن و بچهش رقم می خورد. مطلبی که اینجا می خوام برای شما عرض کنم اینه که ما در این دنیای وانفسا در حال غرق شدن هستیم. بله، ما در حال غرق شدن هستیم، غرق در حب دنیا که ریشه همه خطاهاست، غرق در گناه و نافرمانی از خدا، غرق در بی اخلاقی و عدم رعایت شؤون اجتماعی و خلاصه چیزهایی که خودمون بهتر میدونیم و با اون درگیر هستیم. خدا کنه که غافل از ذکر باب الحوائج نشیم و یاد خدا همواره وجودمون رو از برکت کنه و بر زبان عمل و رفتارمون قرار بگیره. حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام ما را از غرق شدن در نفس اماره و در گناه ها و معصیت ها نجات بده. حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام دست ما را بگیره و به آرمان شهر مهدویت هدایت کنه و با ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف ریشه و بنای جهل و نادانی را از ریشه بکنه و همگی بر سر سفره مهدوی و معرفت دین و فراگیری اصول دین قرار بگیریم. به پایان برنامه نزدیک شدیم و مثل هر شب برای کسانی دعا میکنیم که تا کنون اسمشون در سجل زائرین آقا ابی عبدالله الحسین
و برادرشون ساقی کربلا آقا قمر بنی هاشم نوشته نشده، انشاءالله که نوشته میشه و قسمتشون بشه که بیان و نگاهشون به گنبد مطهر آقا ابی عبدالله الحسین و علمدار کربلا روشن بشه. بیاییم برای کسانی دعا کنیم که تا کنون فرزنددار نشدن، بیاییم برای کسانی دعا کنیم که دارای مشکل مادی و در مشکلات دنیا در جا میزنند، بیاییم دعا کنیم و دخیل ببندیم به نیابت از اونها که آقا قمر بنی هاشم شفاعت کنه و مشکلات همه کسانی که یاد کردیم رفع بکنه. آقا قمر بنی هاشم باب الحوائج است، مشکل گشا، در لطف و رحمتش همیشه بازه و مطمئن باشید که سایه آقا قمر بنی هاشم همیشه بالای سر ما هست و در این دنیای وانفسا ذکر آقا قمر بنی هاشم بهترین حصن حسینه برای ما و بهترین پناهگاه برای ما. پس بیایید به او دخیل ببندیم. یا قمر بنی هاشم دست ما رو هم بگیر. برای یادآوری این خدمت شما عرض کنم که برنامه دخیل پنجره‌ای برای شما در نظر گرفته که میتونید از طریق ورود به ربات تلگرام شبکه جهانی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام به اون دسترسی پیدا کنید. سپس پس از ورود با اشاره به کلید دخیل چهار گزینه برای شما نمایان میشه. اولین کلید، کلید راز و نیازه که میتونید از طریق این پنجره درد دلهای خودتون، مشکلات خودتون را اهم از مادی معنوی مستقیما با آقا قمر بنی هاشم در میون بگذارید. دومین کلید، کلید پیشنهادات و انتقاداته که میتونید از طریق این پنجره نظرات پیشنهادات خودتون رو درباره این برنامه بر ما ارسال کنید تا ما بتونیم برنامه بهتر تقدیم شما عزیزان بکنیم. سومین کلید، کلید کراماته که خواهشمندیم اگر کرامتی از جانب آقا قمر بنی هاشم برای شما یا دیگر دوستان شما اتفاق افتاده باشه بر ما ارسال کنید تا بتونیم به دیگر عاشقان آقا قمر بنی هاشم برسونیم. و چهارمین کلید، کلید آرشیو برنامه است که میتونید از طریق اون برنامه خودتون دخیل رو دنبال کنید. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. دست دستگیر آقا قمر بنی هاشم یار و یاور شما. یا علی مدد. قلب مرا به پای ذریحت گره بزن و آغام. قلب مرا به پای ذریعت گره بزن بیمارم آن بیمارم دخیل شفای تو می شوم بالم به بام هیچ کسی پر نمیزند، بالم به بام هیچ کسی پر نمیزند، تو یا کریم صحن و سرای تو می شود، تو یا کریم صحن و سرای تو می شود.
تهیه شده در شبکه جهانی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، استودیو حضرت ام البنین سلام الله علیها، کربلای معلی.